به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید به نقل از فیسبوک حمید سالنگی مارشال دوستم اگر طالبان روند صلح را نپذیرفتند گورستان را برایشان آماده می کنیم و همچنان به نقل از فیسبوک جنرال دوستم حق داده نمیشه قوم ما حق گرفته میشه ما کدام قوم خیرات خور هم نیستیم که با خوش خدمتی حق خدا بخواهیم با ما جور آمدن که آمدن وقتی که جور نیامدن محکم و قاطعانه بالای گپ خود ایستاد هستیم جوانا رای نزنین دوستم بابای تان زنده است و همچنان به نقل از صدای امریکا عبدالله تیویت ترامپ به طالبان در مذاکرات دست بالا میدهد عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته است که تیویت اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در مورد خروج خواهی امریکایی از افغانستان تا پایان سال روان میلادی به گروه طالبان در مذاکرات صلح دست بالا می دهد. آقای ترام شام چهارشنبه هفتم اکتبر در یک پیام تویتری نوشت باید شما رندک باقیمانده مردان و زنان شجاع ما که در افغانستان سرگرم خدمتند تا کریسمس اید میلاد مسیح به خانه برگردند ساعت پیش از تویت آقای ترام رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی امریکا گفته بود که شمار نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان تا اوایل سال 2021 به 2500 نفر کاهش خواهد یافت آقای عبدالله در مصاحبه با روزنامه فاینانشل تایمز با اشاره به این اظهارات مقامهای های امریکایی گفت هیچ کسی وضاحت نداده است. طالبان که فکر می کنند با خروج قوای امریکایی می توانند با زور به قدرت برسند ممکن این توپ ترام را به سود خود بنگرند. گروه طالبان اندکی پس از تویت آقای ترامپ با بیان این که خروج قوای خارجی گام مثبت در راستای تطبیق توافقنامه نامه است از این موضوع رئیس جمهور امریکا با گرمی استقبال کرد بر اساس توافقنامه نامه صلح امریکا طالبان که در اواخر فبروری سال روان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد باید تمام نظامیان خارجی تا مای می سال 2021 افغانستان را ترک کنند اما مقام های نظامی امریکا همواره تأکید کردند که خروج کامل نظامیان وابسته به شرایط و منود به پابندی طالبان به تعهداتشان است. به تازگی مارک ملی لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده گفته است که هر گونه تصمیم در مورد خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان باید با در نظر داشت شرایط موجود در داخل افغانستان باشد. و به گفته وی امریکا تلاش می کند جنگ در افغانستان مسئولانه و با سنجش پایان یابد آقای ملی در مصاحبه با رادیو ملی آمه ای امریکا این پی آر گفته است که شمار نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان تا مای آینده میلادی به 4500 نفر کاهش خواهد یافت اما افزود که رئیس جمهور ترام در مورد کاهش بیشتر نظامیان امریکا در افغانستان تا هنوز هیچ تصمیم نهایی نگرفته است با آنکه پس از امضای توافقنامه دوحه طالبان نیروهای خارجی مستقر در افغانستان را هدف قرار نداده بود نظامیان امریکایی چند روز پیش در پی حمله تاجمی جنگجویان طالب در ولایت هلمند مواضع آن گروه را بمبادمان کردند همزمان با این دبلومات ها و مقام های خارجی اجدار دادند که افزایش خشونت سبب آسیب رساندن به روند صلح افغانستان خواهد شد خلیل خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای های افغانستان روز پنجشنبه 15 اکتبر در چند پیام های پی هم تیویتری به افزایش خشونت ها در افغانستان واکنش نشان داد و گفت که این وضعیت هشداری برای افغان ها و حامیان منطقی و بین آنان است او تأکید کرد که خشونت و تلفات افغان ها به گونه قابل ملاحظه کاهش یابد به نقل از صدای امریکا تلاش برای حل موارد اختلافی طرز عمل مذاکرات صلح افغانستان حیات های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان از دومین نشست عمومی آنان در قطر خبر داده و گفتند که در این دیدار دو طرف بر حل موارد اختلافی گفتگوهای صلح تاکید کردند نادر نادری یکی از اعضای ایت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان ناوقت روز چهارشنبه 14 اکتبر در صفحه تیوی ترش نگاشته است که در این نشست تمامی اعضای دو طرف حضور داشته و آنان روی حل موارد اختلافی صحبت کردند. آقای نادری افزوده است تاکید گردیده که گروه های تماس هر دو جانب هرچی زودتر راه ال را به موضوعات اختلافی ارائه نمایند. در این حال نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید که در این نشست همچنان رؤسای ایتهای مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و این گروه برای پیشبرد بهتر مذاکرات و صلح تاکید کرده و خواستهایشان را در این نشست ارائه کردن. آقای وردک در یک پیام تویتری افزوده که به گروه های تماس دو طرف وظیفه داده شده که به هدف علم موارد اختلافی، در طرز عمل کاری مذاکرات بین الافغانی به بحث هایشان ادامه دهند. مذاکرات بین الافغانی به تاریخ 12 سپتامبر به گونه رسمی در دوها پایتخت قطر آغاز شد و این گفتگوها به دلیل اختلافها در ترتیب و اصول مذاکرات میان هیئت های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان تا اکنون پیش رفته نداشته است. و همچنان به نقل از افق ابراز نگرانی کمی حقوق بشر از تلفات غیر نظامیان در جنگ هلمند با آنکه تا اکنون آمار از تلفات غیر نظامیان در درگیری های هلمند منتشر نشده کمیسون حقوق بشر افغانستان می گوید با گسترش دامنه درگیری در مویدهای مسکونی و مناطق شهری و همچنین کارگزاری ماین در جاده ها تلفات جدی نگران کننده از غیر نظامیان دریافت شده است. کمیسیون حقوق بشر روز پنجشنبه شنبه در اعلامیه نوشت که بررسی های ابتدایی این کمیسیون نشان می دهد که از پانزه همه میزان به این سو بر اثر حملات طالبان بر قرارگاه های نیروهای امنیتی در نقاط مختلف ولایت هلمند و گسترش نبرد میان و دو طرف ساکنان منطقه و مسافران خسارات جانی و مالی زیادی دیدن. این کمیسون بانک آمار ارائه نکرده اما گفته است که امکان بررسی همه جانبه میدانی و مستندسازی برای کارمندان کمیسیون وجود نداشته است ولی با تاسف به علت گسترش دامنه درگیری در فضاها و های مسکونی و شهری و فیر با سلاحهای سبک و سنگین از دو طرف و نیز کارگزاری ماین در جاده ها تلفات غیر نظامی آن جدی و نگران کننده دریافت شده است که با تاسف همچنان ادامه دارد کمیسیون حقوق بشر تلفات غیر نظامیان را محکوم کرده و از طرفهایی درگیر خواسته است که فوراً به حملات خود پایان دهند دوستان عزیز از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس تا ویدیوی بعد الله نگهدار